موفقیت‌های پیاپی ورزش زنان ایران وارد مرحله حساسی شده. با وجود محدودیت‌های فراوان و بدون هیچ پشتیبانی از سوی مقامات ورزش ایران، صدف خادم برای ورزش بوکس زنان ایران یک کامیابی تاریخی رو در عرصه بین‌المللی به ثبت رسوند. حالا گویا حکومت ایران به جای تقدیر و ستایش از این افتخار آفرینی در پی دستگیری و مجازات صدف خادمه. پیروزی اخیر صدف خادم در مسابقه بوکس مقابل حریف فرانسویش بازتاب جهانی فوق‌العاده‌ای داشت. این بانوی ورزشکار 24 ساله ایرانی بدون هیچ گونه حمایت و پوشش فدراسیون بوکس ایران با پیراهن ایران داخل رینگ رفت و با موفقیتش تاریخ ساز شد. اما انگار این افتخار آفرینی ملی برای مسئولین ورزش و حکومت ایران هیچ اهمیتی نداره و باعث دردسر و ناراحتی دولت مردان ایران هم شده. فدراسیون بوکس ایران از یک طرف میگه که بخش بوکس زنان رو اصلاً پوشش نمیده، اما از سوی دیگر برای جلوگیری از محرومیت و تعلیق به فدراسیون جهانی بوکس اعلام کرده که بوکس بانوان در ایران آغاز به کار کرده. در حالی که این قهرمان ملی ایران پس از پیروزی در فرانسه قصد بازگشت به وطنش و ادامه زندگی در ایران رو داشت، به او خبر داده شد که احتمال بازداشتش در ایران وجود داره. گویا فعالیت ورزشی صدف خادم، اون هم با لباس نرمال ورزشی و بدون حجاب اسلامی، از دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی جرم بزرگی به شمار میاد و او حالا باید مجازات بشه. آیا واقعا احتمال بازداشت و مجازات صدف خادم در ایران وجود داره؟ این پرسش رو از سمیرا شیرمردی میکنم. سمیرا شیرمردی خبرنگار روزنامه ایران ورزشی در تهرانه. گوش میدیم به صحبت او در این باره. صدف خادم و مربیش آقای مهیار منشیپور قرار بود به ایران برگردن، ولی خبر میرسه که قرار بازداشتشون صادر شده و در صورتی که برگردن بازداشت میشه. حالا فدراسیون بوکس ایران مسئله رو تکذیب میکنه و جالبه میگن که این اتفاق شیطنت رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی بود. انگار این دفعه کار عربستانی است. تابو شکنی و کامیابی بی‌نظیر صدف خادم یقیناً برای رشد ورزش زنان ایران پیام امیدوار کننده ای داره. گوش میدیم به دیدگاه سمیرا شیرمردی در این مورد. من فکر میکنم حضور صدف خادم با وجود مخالفت‌های فدراسیون بوکس توی مسابقات فرانسه نه تنها پیامد بدی برای زنان ورزشکار ایران نداره، بلکه حتی باعث میشه که شجاعت بیشتری داشته باشن و بتونن برای مسابقاتی که دوست دارن و بهش علاقه دارن شخصا اقدام کنن و به اون مسابقات اعزام بشن. مشاکرت زنان ایران در هر ورزشی که دوست دارن حق مسلم اوناست. حمایت و ستایش از قهرمانان ملی امر طبیعی در هر مملکتیه. امیدوارم روزی ما شاهد برابری کامل ورزش زنان و مردان در ایران و رفع هر گونه تبعیضی در این کشور باشیم. سپاسگزارم از توجهتون به 30th برنامه واقعا از دویچه وله فارسی. نظرتون رو در مورد برنامه ما مثل همیشه از طریق شبکه‌های اجتماعی دویچه وله فارسی با ما در میون بگذارید. پایدار باشید.